Baba. Halam yok mu? Yok. Hadi bakalım. Mehmet. Biraz önce pencereden bakarken gördüm. O... Onun ne işi var buralarda? Ya... Bir iş için gelmiş. Bir şeyler söyleyip gitti. Baba... Dün gece... Evet. Dün gece sen işinin başındaydın oğlum. Bana bir şey söylemek münasip düşmez. Ben bir gidip bir çay koyayım. چرا اینقدر ساکتی؟ چیزی شده؟ نمیتونم فراموش کنم. نمیتونم از شوک دیشب خارج بشم. میدونی راستش صورت فریها هنوز جلو چشممه. امیدوارم امیر مثل تو نباشه. تو چشمای پسرمون یه غمی بود. انگار همین دیروز بود که اون دختر گذاشت رفت. خیلی غمگین بود. اینو از صورتش میشد فهمید. ولی امیر حالا دیگه تنها نیست. نامزدش کنارشه. اون آلمان نمیفهمم اون زن از پسر من چی میخواد. دختره یه بدبخت دست اون مردی که یه عوضیو گرفته و اومده تو هتلی که یه روزی میگفت هتل بابامه و حالا داره تو همون هتل ریاست میکنه. معلومه چی میخواد دیگه. میخواد بگه دیدین شکستتون دادم. حتما تو الان راه افتادن واسه همین اگه زنگ بزنم امیر جواب نمیده. ولی من خیلی نگرانم. بذار یه زنگ به اجه بزنم. سلام عزیزم، حالت خوبه؟ من نگرانتون بودم، گفتم یه زنگ بزنم ببینم حرکت کردین یا نه. نفهمیدم، مسافرت نمیری؟ وای از سر درد دارم میمیرم. آره والا نمیدونم به خاطر مشروب خوردنه یا به خاطر آدرنالینه یا عصبیه. لارا تو برو درو باز کن. ولی جانسو تو نزدیکتری. زود باش دیگه. ممنون. ای بابا من فکر کردم خونه نیستین. چقدر شما خون سردین به خود. آرق باز نمی کنین. چیه فکر کردین غریبه سرسیدین در باز کنین ها؟ داداش رضا گفت خونتون خیلی به هم ریخته است و شما اصلا خونه رو تمیز نمی کنین. گفت بیا می کمکی بهتون بکنم. گفت مادراشونم اونا رو گذاشتن رفتن. آخ قربونتون برم من. حالا واقعا شما رو به امون خدا بل کردن رفتن؟ محمد صابخونه داره بیرون هم میکنه. محمد اتفاقی افتاده؟ چیز مهمی نیست بابا. خبر بدی بهت دادن پسرم؟ نه بابا نه. صبح بخیر. صبح بخیر. صبح بخیر. اوه میز صبحونه‌رم که آماده کردین. ببخشید داداش که من دیر رسیدم. اشکالی نداره. من و محمد با هم میز صبحونه رو آماده کردیم. بیا بشین آبجی بیا. خوبه داداش نیمرو میخوری؟ نه نه نمیخوام. بیا بشین بیا. باشه. خب محمد داستانو از زبون کلثوم شنیدم. دوست دارم یه بارم از زبون تو بشنوم که فریحات دیشب چه کارایی کرد.
محمد، تو دیشب فریها رو دیدی؟ آره داداش، معلومه که دیده. پسرم مگه تو شب نامزدی دم در نگهبان نبودی؟ شب نامزدی؟ بابا من نمیخواستم ناراحتتون کنم. با استاد لونت اومده بودم، شریک هتل شدم. آخه این چه کاریه؟ آخه این چه وضعیه؟ چی بگم بابا؟ این دختره دیوونه داره آبروی منو پیش مردی که براش کار میکنم میبره. یعنی هم مقصر هم بهتره من دیگه برم. میگم داداش، این دختره تو هر طوری که بود بالاخره یه فکری به حال خودش کرد. چه فکری خدیجه؟ به خدا این کار آخر و عاقبت نداره، باور کن نداره. سلام. سلام، بفرمایید. آقا امیر اومده هتل؟ بله اومدن، ولی نرفتن نایت، رفتن طبقه بالا. فریها یلماز؟ بله خانم. تو این هتل میمونه؟ بله. شماره اتاقش چنده؟ اتاق شماره 10. میخواین بهش خبر بدم؟ خیلی خوب، لازم نیست، خیلی ممنون. خواهش میکنم. اجه سلام. لارا عزیزم، بعدن با هم صحبت میکنیم. میتونی صحبت کنی؟ هر چیزی که لازمه رو باید به هم بگی. ببین امیر، هتل تو وضعیت بدی بود. جانسو به هم چیزی رو بگو که نمیدونم. با فریها صحبت میکردم، میدونستم که تو امریکا چی کار میکنه. این به من ربطی نداره، این که الان اینجا داره چی کار میکنه به من ربط داره. به من پیشنهاد شراکت دادن. این چیزی نبود که من تصورشو میکردم، ولی پیشنهاد خیلی خوبی بود. میدونه که ممکن بود من هتلو از دست بدم. ولی به من چیزی نگفتی. جانسو من دارم با تو کار میکنم. اگه هتل تو تونست سر پا بمونه به خاطر من بود. تو چطور به من نگفتی که قراره هتل شریک داشته باشه؟ من به هیچ وجه نمیخواستم که ازت پنهون کنم، ولی اونا، یعنی فریها، اونا به من ربطی ندارن. من دارم با تو کار میکنم و کسی هم که باید بهش اعتماد کنم تو هستی. ولی حالا اعتماد من دیگه از بین رفته. میدونم که عصبانی هستی امیر، حقم داری، ولی من حرف دیگه ندارم که بهت بزنم امیر. من اون موقع فقط به یادگاری پدرم فکر میکردم. تازه فریها فردا میخواد جلسه بذاره. میخواد جلسه بذاره؟ آره، و ازم خواست که بهت اطلاع بدم. به هم گفت که قراره تغییراتی انجام بدی. در حال حاضر نمیدونم چه تغییراتی، ولی اگه فردا تو هم بیای. حتما میام، باید جواب سوالاتم رو بگیرم. صبح بخیر. فکر کنم داری از پیش جانسو میای. الان وقت داره. برای جانسو صبح سختیه. چه زود بیدار شدین. کسایی هم هستن که از ما سرخیسترن. به شما چیزی گفت؟ نه چیزی نگفت. چیه؟ داره کلوپشو تعطیل میکنه؟ من جواب این سوالو نمیدونم. بعد از جلسه یه فردا هممون میفهمیم. خوبه، منم همین فکر رو میکردم. فکر کنم قراره شما و فریها با هم کار کنید و این غیر ممکنه. ولی عروس سابقت غیر ممکنه دوست داره مگه نه؟ من واقعا نمیدونم که میخواد چی کار کنه. مهم اینه که ما چی کار باید بکنیم. یعنی حالا که اون شریک هتل شده، ما که مجبور نیستیم باهاش کار کنیم. خب تو در این مورد با امیر صحبت کردی؟ سلام مامان، خوش اومدی. خب ما یه کمی صحبت کردیم، حالا نوبت شماست. من میرم به کارا برسم. امیر پسرم، حالت چطوره؟
مامان، یا این لحن دلسوزانه را از صدات حذف کن یا صحبت نمی کنیم. ولی عزیزم چی کار کنم؟ دست خودم نیست. خب تو الان تو وضعیت خوبی نیستی پسرم. من خیلی نگرانتم. ولی چیزی برای نگرانی نیست. ببین پسرم، من اصلا از این که سفرتون رو کنسل کردین خوشم نیومد. این برای تو هم فرصت خوبی بود. هیچ وقت همچین فرصتی نداشتی. امیر تو خیلی کار کردی، باید یکم استراحت کنی. اشکال نداره مامان، تابستون میریم. خیلی خوب، پس اینو به هم بگو. الان چی میشه؟ الان چی میشه؟ مامان این دیگه چجور سوالیه؟ ببین، پسرا خیلی دوست ندارن با مادرشون صحبت کنن. ما شرایطی هم داشتیم که صحبت کردن رو برامون خیلی سخت تر کرد. البته تو هم دلایل خودتو داری. اینو چه باور کنی چه نکنی، من تنها کسی هستم که تو رو خوب درک میکنه، چون من مادرتم. مامان من حالم خوبه، دارم جدی میگم. امیر، تو به اندازه کافی تو این 3 سال سختی کشیدی پسرم. اینقدرم احساساتتو سرکوب نکن. تو باید زندگی کنی. من احساسی ندارم که سرکوب کنم. اگه خیالت راحت میشه باید بهت بگم من 3 ساله که هیچی حس نمی کنم. دیشبم چیزی حس نکردم، امروزم حس نمی کنم، از این به بعدم حس نمی کنم. نه هنوز خونه نگرفتم، یعنی خونه که مد نظر من رو پیدا نکردم. راستی بیا یه روز همدیگر رو ببینیم و با هم صحبت کنیم. ببخشید عزیزم، اینم میخوام. باشه. آره درکت میکنم. باشه. خب سر چلوغ دیگه، مهمونی داری، وقتی آدم آدرس دقیق نداشته باشه کارت دعوتم به دستش نمیرسه دیگه. وقت کردی بیا هم دیگه رو ببینیم. خدافظ. زنی که فوزول، همه چیو میدونه ولی بازم میپرسه که چرا تو هتل خودتون نمیمونی. ببخشید نفهمیدم. با شما نبودم. یه لحظه. مشکلی پیش اومده؟ یه موقعی اینطوری میشه خانم، موجودی کافی نیست. جدی؟ پس بذارین من یه کارت دیگه بهتون بدم. تون یکی کیفم مونده، بهتره نقد بپردازم، هرچند که پول نقدم همراه نیست. خب من فعلا همینو برمیدارم، بعدا میام بقیه رو میبرم. باشه. ببین مامان، تنها چیزی که برام مهمه و من میتونم باهات در موردش صحبت کنم موضوع تو و بابامه. یعنی تو در مورد رابطه من و پدرت کنجکاوی؟ دیروز با جان صحبت کردم، میگفت بابام خیلی خوب باش رفتار میکنه، میگفت با هم میرن فوتبال، تخته بازی میکنن. بابا داره سعیشو میکنه، البته سخت، منم قبول دارم، در واقع داره تمام سعیشو میکنه. کارایی که برای تو انجام نداد و حالا داره برای جان انجام میده، انگار که جانم پسر خودشه. بهش اعتماد داری؟ میدونی راستشو بخوای خیلی تلاش کردم که بهش اعتماد نکنم، ولی فکر کنم الان آره بهش اعتماد دارم. این خوشحالت میکنه؟ آره خوشحالم میکنه. از وقتی که بهش اعتماد کردم بیشتر از قبل خوشحالم، ولی الان فقط خوشحالی من مهم نیست. تو هم باید پدرتو ببخشی، فقط اون موقع است که من میتونم واقعا از ته دل خوشحال باشم. من میدونم که چرا اون تصمیم گرفته باهات ازدواج کنه و چرا تو بهش جواب منفی ندادی. مامان اگه این دفعه واقعا بهش اعتماد داری و میدونی که تو با جان و وسط را ول نمی کنه، پس من همه را دارد یا خوشبختی می کنم. جا
جانسو تو شرایط بدی قرار داره فریها. ولی عکس العمل غیر قابل انتظاری ندید. داره سعیشو میکنه ولی مثل تو قاطع نیست. ولی باید یاد بگیره که قاطع باشه. یادت بهم گفته بودی دیگه هیچ وقت حرفی که باورش نداری و به زبون نمیاری؟ تو چرا اینقدر منو تحت فشار میذاری؟ ما برای تعطیلات اومدیم اینجا؟ یا اومدیم تا یه زندگی آروم و عادی داشته باشیم؟ فکر کنم یادت رفته که چرا اومدیم اینجا. فریها تو یه هدفی داری قبول، ولی نمیدونی که هدف من اینه که کنار تو باشم. خیلی خوب، میدونم که کنارم هستی، درست مثل همیشه. اینکه کنارت هستم به این معنی نیست هر حرفی بزنی من تشویقت میکنم. مشکل اینه که فکر میکنی کاری که میخوایم فردا بکنیم زیاده رویه. نه، من فکر میکنم این قدمی که برداشتی درست نیست. لوند، ما هر کاری لازم بود کردیم، حالا که میخوایم قدم آخر رو برداریم چرا باید عقب نشینی کنی؟ فریها، این فقط قدم برداشتن نیست، این به معنی فریب دادن اونام هست. جانسو از هیچی خبر نداره. از این اتفاقا کسی آسیبی نمیبینه. میدونی شاید تنها کسی که از این اتفاق آسیب ببینه خود تو باشی. مووی باس اجه، به خاطر دیشب متاسفم. متاسف نباش، وقتی شبی غیر منتظره باشه عکس العمل های غیر منتظره کاملا طبیعی هن. راستش من خیلی با خودم فکر کردم. به چه نتیجه ای رسیدی؟ سوالم در مورد کار بود. ببین امیر، ما خیلی وقته که داریم بار این هتل رو به تنهایی به دوش میکشیم. حالا هم که قرار اونا شریکای هتل باشن، ما مجبور نیستیم که اینجا بمونیم. هر جایی که بریم بازم کلوپ نایتیم. میخوای از فریها فرار کنی؟ نه، من به خاطر خودت گفتم. فکر کردم شاید نخوای با همسر سابقت کار کنی. من تا قبل از اینم داشتم با دوست دختر سابقم کار میکردم. آره، ببین آخرش چی شد. دیگه لازم نیست به جای من فکر کنی. امیر، من درست فهمیدم؟ ما قراره به زندگیمون ادامه بدیم؟ انگار نه انگار که سر و کله فریها پیدا شده. آره، این که فریها اینجا باشه یا اون سر دنیا برای من فرقی نمی کنه. پس برای تو هم نباید فرقی داشته باشه. اگه از نظر تو مشکلی نداره، من هیچ مشکلی ندارم. خب من یه سر به پذیرش میزنم، زود برمیگردم. چه شبی بود؟ نه، شب عجیبی بود. راستش اصلا یادم نمیاد آخرین بار کیا وارد کلوب شدن. فریها و یاووس. نه سنم خانم. خب کورایم بود، یعنی میدونستم که باش روبرو میشم، ولی خب این لباس خیلی بهت میاد هانده. میخوای حواسمو پرت کنی؟ نمیدونم، ولی سعی خودمو میکنم. سعی نکن، چون بیفایده است. به خاطر همین گفتم. راستی دیدی دیشب چقدر نگات میکرد؟ خب که چی؟ یعنی معنیشو نفهمیدی؟ هیچ معنی نداره، باور کن هیچ معنی نداره. چند دقیقه پیشم بهت زنگ زدم ولی تلفنت اشغال بود. با کی داشتی صحبت میکردی؟ اونال، من دیگه کم کم داره به این آقا سلیم حسودیم میشه. خیلی خوب باشه، شب میبینمت عزیزم. سلام. آه سلام، چطوری دویگو؟ آقا سلیم شما چطورین؟ خیلی ممنون آیسون خانم. ما خوبیم آیسون جون. دیشب وقتی از هواپیما پیاده شدیم خیلی دیر وقت بود. میخواستیم زنگ بزنیم بهتون تبریک بگیم، ولی انگار قسمت بود حضوری بهت تبریک بگم. از طرف ما به امیر تبریک بگو، بگو براش آرزوی خوشبختی داریم. خیلی ممنونم، حتما بهش میگم. ولی چرا نیومدین؟ مگه کجا بودین؟ خب راستشو بخواین برای یه عمل جراحی رفته بودیم آلمان. وای، بلا به دور باشه. من خبر نداشتم، اونالم چیزی به هم نگفت. اونال میگفت که الان داشتین باهاش صحبت میکردین. الان؟ نه، ما اصلا با هم صحبت نکردیم. اونم خبر نداشت، آخه من به کسی چیزی نگفته بودم. تازه من خیلی وقته که با آقا اونال صحبت نمی کنم. ولی
چطور ممکنه؟ آخه اونال همین الان بهم گفت که داشت با شما صحبت میکرد. من چندین ماهه که با اونال خان صحبت نکردم، کارمو ول کردم. اون چیزی به تو نگفته؟ ولی این غیر ممکنه. یعنی شما چند ماهه که با اونال صحبت نکردین؟ آره؟ دقیقا همینطوره. هیچ گونه تماسی با هم نداشتی؟ ما از هیچ راهی با هم ارتباط نداشتیم، صحبت هم نمی کردیم. لطف کنید ساعت شما بذارین 9 شب. باشه، همین الان تغییر میدم. ممنون. فکر کنم میخوای بری تو، ولی باید بگم تعطیلیم. من اگه بخوام برم تو، این چیزا اصلا برام مهم نیست. داری میگی رئیس تو اینا؟ چرا که نه، من یکی از 3 شرکای اینجا هستم. دختر سرایدار رئیس شده و داره کارکنا رو تحقیر میکنه. قدرتی که از اسم صراف اغلو میگرفتی و حالا از لونت میگیری، به الانم که اینجایی. فامیلی صراف اغلو فقط به من رنج و عذاب داد. منم هیچ وقت قدرتم از فامیلی شوهرم به دست نیاوردم. شوهر سابقت؟ ببخشید، شوهر آینده تو، درسته؟ تو خیلی ناراحت به نظر میای. نکنه از اینکه نامزدت داره با همسر سابقش کار میکنه ناراحت شدی؟ فکر کنم یه وقتی هم تو از این که اون با دوست دختر سابقش کار میکرد ناراحت بودی. دقیقا. ببین، حالا داریم همدیگر رو میفهمیم. سلام، خسته نباشید. سلام، بفرمایید. ببخشید، من تازه آقا لونتو دیدم، مثل این که عجله داشت. مشکلی پیش اومده؟ نه خانم، فقط ساعت رزرو میزشون تو رستوران رو تغییر دادن. آها، آره میدونم، فکر کنم قرار بود برای شام بیان. خب ببینم، خودشون 2 یا مهمونم دارن؟ خودشون 2. حالا که قدم بزرگ برمیداری منم همین کار میکنم. ببخشید متوجه نشدم. آه، ما میخواستیم میز رزرو کنیم، اینو میخواستم بگم. البته خانم. راستش بین این همه کار موضوع دیگه ای هم هست که میخواستم باید در موردش صحبت کنم. گوش میدم. نمیخوای سعی کنی دوباره با پدرت صحبت کنی؟ این موضوع رو به زمان سپردم. زمان کلمه اسرارآمیزیه، نه؟ ولی گاهی وقتا میبینی که واقعا به هیچ دردی هم نمیخوره. چرا اینقدر ناامید؟ من هنوز یادم نرفته که چطوری به اینجا اومدم و چطوری از اینجا رفتم. منم هنوز یادمه. هر دومون اینجا خیلی غمگین بودیم، گم شده بودیم، داشتیم سعی میکردیم خودمونو پیدا کنیم، به همه پشت کردیم. پشت کردیم، ولی الان اومدیم و مقابلشون وایستادیم. اگه تو کنارم نبودی؟ در واقع اگه تو کنارم نبودی نمیدونم چی میشد. تو با من اومدی. شاید اگه تو کنارم نبودی هنوزم همینجا داشتم با احساس گناه از دست دادن برادرم مبارزه میکردم. تو کاری کردی که باور کنم آدم خوبی هستم. اینطوری نگو. هر چیزی که تو باور کردی منم همونو باور کردم. ما برای همدیگه خوب بودیم. وقتی بقیه به همون نگاه میکنن، خدا میدونه که در موردمون چه فکری میکنن. میدونی که منظورم چیه؟ برای مهم نیست که چه فکری میکنن. پس برای چی دلت نمیخواد بقیه حقیقت رو بدونن؟ چرا میخوای تو رو به عنوان زنی ببینن که با پول یه آدم دیگه داره سعی میکنه شوهر سابقش رو عصبانی کنه؟ چرا بهشون همچین اجازه میدی؟ اگه ما صاحب این هتل شدیم، این چیزی نیست که فقط با پول من عملی شده باشه. فریها، تو با من اومدی آمریکا، کار کردی، زحمت کشیدی و همه باید به این کارت احترام بذارن. چرا بهش نمیگی؟ من میدونم، چون فکر میکنی اینطوری بیشتر اونو عذاب میدی، مگه نه؟
دونستنش از عذابی که میکشه کم نمیکنه. منتظرتم. آیسون چرا اینقدر تو فکری؟ یه لحظه حواسم پرت شد. فکر کنم یکم خستم. فقط خسته نیستی، ناراحت به نظر میای. صبح وقتی صحبت میکردیم سر حال تر بودی. چی شده؟ اتفاقی افتاده؟ نه نه، چه اتفاقی؟ نمیدونم، شاید به خاطر امیره. من فقط میتونم به خاطر امیر ناراحت باشم. نه، وقتی تو زندگیمون همه چی بر وفق مرادمونه، پس آره همینطوره. همه چی بر وفق مراده. تام üç senedir. Eskiden hiç olmadığı kadar her şey yolunda gerçekten. Değil mi? به غیر از جواب بله ای که به من ندادی، آره همینطوره. به هیچ جواب بله بدم؟ اونم برای بار دوم. یعنی برای بار دوم میتونم تو رو به دست بیارم؟ مگه همیشه موفق نشدی؟ کیه؟ آقا سلیمه، نمیخوام الان مزاحممون بشه. آقا سلیمم چقدر بهت زنگ میزنه؟ جواب بده دیگه. خب شاید برای این که نتونسته بیاد نامزدی امیر میخواد تلفنی تبریک بگه. خب به خود امیر زنگ بزنه، به اون باید تبریک بگه. اونال، میشه از تو خونه برام یه شال بیاری؟ آره حتما. بالاخره زنگ زد. اونال، بعد از دیشب حتما باید با هم دیگه صحبت کنیم. الو الو اونال، بگیر عزیزم. آیسون، من میرم آقا سلیمو ببینم، تا یه ساعت دیگه هم برمیگردم، باشه؟ اونال، خیلی ممنون. انتظار اینا رو دیگه نداشتم. ناراحت شدی اجه؟ نه اصلا برام مهم نیست. پس بیا بریم بشینیم. ام.
اگه دوست داری میتونیم بریم. من شاهد نامزدیشون بودم. فکر میکنی طاقت اینو ندارم؟ تو رو نمیدونم ولی من فکر میکنم طاقت اینو ندارم. من از این که این مبارزه شبانه روز تو زندگیمون باشه خوشم نمیاد. ما بیشتر وقتمون رو اینجا میگذرونیم، شاید این برامون مشکل ساز بشه. خب حالا که ما دوباره برگشتیم اینجا باید از زندگی کردن تو اتاق هتل خلاص بشیم. فکر میکنم این که بریم بیرون و توی خونه زندگی کنیم خیلی بهتر باشه. قربان برم سمت کبابی یا برای ماهی و راکی ببرمتون؟ برو هتل. اوه پس بگو مهمون داری. برو هتلی که سر و فقلو اونجاست. من که آخرین باری که رفتیم اونجا چیزی نفهمیدم. احمق، من چند روز پیش از بار و دیسکو و کلوب نیومدم بیرون، از زندان آزاد شدم، میفهمی؟ بس باید خیلی بیشتر مواظب باشم. اینو خوب تو کلت فرو کن. از این به بعد اسم دیگه یاوو سانجاکدار دقته. اگه این طوره پس برای چی داریم میریم اونجا؟ نمیریم دعوا، داریم میریم تا از احساساتشون سوء استفاده کنیم.